درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه 5 اردیبهشت ما همراه ما باشید. در ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای در ایران، بنا به تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، امروز 5 اردیبهشت دانش آموزان دبیرستان پسرانه محمدیان و مدرسه دخترانه قدوسی در کرمانشاه، همچنین دبیرستان‌های دخترانه نیایش و مستوره اردلان در سنندج دچار علائم مسمومیت شده و شماری از آنها به بیمارستان منتقل شدند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای به اعتصابات جاری در بیش از 60 شرکت پیمانکاری و کارگاه اشاره کرد و نوشت اعتصاب ما کارگران پروژه نفت با قدرت ادامه دارد و خوشبختانه هر روز بخش‌های بیشتری از همکاران به اعتصاب می‌پیوندند. امروز نیز مانند روزهای گذشته چندین شرکت اعلام کردند که به اعتصابات پیوستند. امروز 52402 نصب نیروی رومیلی عراق به کمپین پیوست. کمپین سراسری 52402 شرکت سلمان فارسی همه جمع شدن، کارگاه هم تعطیله. شرکت فارس نصب کارون به کمپین 1402 پیوست. پولاد خوزستان پروژه اهواز. زمزم سر. علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی از فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک خواست تا فعالیت مدیران سیاسی و نظامی را در ورزش ایران ممنوع کنند. این چهره ورزشی ایران با این حال با تحریم ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های جهانی مخالفت کرد و گفت که حق هر ورزشکار راه یافته به المپیک است که در این مسابقات شرکت کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2024 اعلام و کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرد. او از آمریکایی‌ها خواست 4 سال دیگر به او فرصت دهند تا کاری را که شروع کرده به پایان برساند.